میاییم برعکس من ذهنی که فقط اجسامو میبینه هوشیاری جسمی داره و از این لحظه لحظه را نمیبینه و اتفاقش میبینه و به اتفاق مقاومت میکنه ما میاییم به جای مقاومت در اطراف اتفاق این لحظه که من ذهنی میبینه فضا باز میکنیم این فازاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه سبب میشه که موقتا مرکز ما ادم بشه و از نیک و بعد برهیم و یه دفعه میبینیم هوشیاری ما عوض شد ما اومدیم به این لحظه ابدی و از زمان و گذشته و آینده خارج شدیم یعنی از ذهن خارج شدیم اگر درست دقت کنیم خواهیم دید که در اون لحظه ذهن ما هم ساکت شد یعنی از این فکر به اون فکر نمیپره پس در واقع برای کسایی که من ذهنی دارند فعلا کاملا آزاد نشدن از من ذهنی تنها راه این است که در اطراف اتفاق این لحظه فضا گشایی کنند فضای گشوده شده در واقع معادل در خدمت ساقی بودن و هر بیشتر ما فضا گشایی کنیم بیشتر از زندگی میتونیم شراب بگیریم در واقع شراب زندگی برکتی چون از جنس جسم نیست این الفاظ به کار میبریم برکتی است یا گاهی اوقات میگیم فردیست است شکوهی است عشقی است خردی است که از طرف غیب میاد از طرف زندگی میاد و وارد فکر و عمل ما میریزه و میبینین که در این حالت حس امنیت و عقل و هدایت و قدرت ما از خود زندگی میاد پس هرچه بیشتر شما مرکزتون رو عدم کنید و نذارین جسم بشه و مواظب خودتون باشین بیشتر میتونید در خدمت ساقی باشین و اگر در خدمت ساقی باشین دارین به مولا مولانا گوش میدین و دارین زندگیتون رو هم خودتون همکاری میکنید هم زندگی داره یا خدا داره زندگیتون عوض میکنه و در واقع این همانیدگی ها رو چیکار میکنه میگیره و هویت رو که ما تزریق کرده بودیم ازشون میکنه پس میگیره و اینها رو میفرسته به هاشیه یعنی شما پول دارین ولی دیگه در مرکزتون نیست همسر دارین ولی در مرکزتون نیست اتفاقا در مرکزتون عدم هست و در انسان همون عدم از جنس زندگی همون زندگی رو میبینید اگر مرکز یک کسی دائما عدم باشه یا پشت هم عدم باشه و سعی کنه فضا رو باز کنه در این صورت مستی عدم در او رو خواهد کرد و در واقع هرچی بیشتر گفتم فضا رو باز کنه بیشتر از زندگی میتونه می بگیره به این ترتیب این کار باید ادامه پیدا کنه تا هوشیاری جسمی از بین بره و یه هوشیاری دیگه ای به نام هوشیاری حضور یا نظر جای رو بگیره پس شما هیچ کاری دیگه ای ندارید غیر از خدمت کردن به ساقی و شما میدونید اگر در خدمت ساقی نباشید در واقع کارفزا خواهیم بود این کلمه کارافزایی رو بعدا امروز در مصنوی خواهیم خوند کار افزایی اصطلاحی است که مولانا به کار میبره برای ایجاد کار غیر ضروری بیشتر یعنی کار بیمزد به عبارت میخواد به که هر کسی که با من ذهنیش فکر میکنه عمل میکنه و در این لحظه از خرد زندگی بیدارانه بیدارگونه محروم میکنه خودشو بیدار نیست یعنی در خواب ذهن عمل میکنه داره مسئله ایجاد میکنه و این مسئله بعدا باید حل بشه میبینین که ما وقتی حواسیمون نیست در کنترل من ذهنی هستیم مرتب داریم حرف میزنیم و حرفها رو بلند بلند میزنیم مردم میشنوند اونا هم من ذهنی دارن از ما میرنجند و دوباره اونها ما رو میرنجونند ما شروع میکنیم به به اصطلاح رنجش زدائی و و مذاکره و گاهی اوقات این خاصیت مقاومت و قضاوت در مورد مردم بی جهت هست و مردم عصبانی میشن در مورد ما اونها هم قضاوت میکنن و کار بالا میگیره به جنگ و ستیز میکشه و متتا طول میکشه ما بتونیم یک رنزش بیفایده و بی جهت رو حل کنیم یا اصلا نتونیم حل کنیم گاهی اوقات اینجور مقاومت ها و کارافزایی ها به جدایی و به جنگ ختم میشه حتی بین ملت ها به جنگ ختم میشه و همه جنگ ها تقریبا به وسیله من ذهنی و کارافزایی شما هیچ دلیل منطقی و خداگونه نمیتونیم پیدا کنیم برای جنگ ها همه بر اساس من ذهنی و خواستن بیشتر یا حرس یعنی بر اساس انگیزه های من ذهنی است هیچ جنگی صورت نمیگیره مگر اینکه پشتش انگیزه های من ذهنی باشه و کل اینو شما کارافزایی بنامید والا یه سوال از خودتون به که آیا من کار افزایی میکنم یعنی عمل و فکر و رفتارهایی میکنم که به کار افزایی منجر میشه نه تنها نتیجه نداره در بیرون بلکه کار منو زیاد میکنه و این کار بی مزد و بی جهت ضرورت نداره شما نگاه کنید یه مرد و زن جوان میان با هم ازدواج میکنند عوض اینکه که بگم بخندن خوش بگذرونند و کیف دنیا را بکنند بچه دار بشند عشق ببرزند به هم شروع میکنند به کار افزایی و منهای ذهنی با هم یه رابطه برقرار میکنند و کنترل و حالت فرمان روایی و قدرت طلبی وجود داره که حرف من باشه یعنی من ذهنی میخواد خودشو به اصطلاح وارد کنه و هر موقع من ذهنی با من ذهنی برخورد میکنه و مراوده میکنه خرد زندگی کار نمیکنه اصلا وقتی با من ذهنی کار میکنیم کار افزایی داره بیتینو میگه دیگه میگه منبع کار افزایی جهان و فرد و شما بشناسید این بیت نمیگه که ما در بیرون نباید کار کنیم بیایم خونه بشینیم بیکار فقط بگیم که ما در خدمت خدا هستیم نه اینو نمیگه بعدا توضیح میده میگه شما باید کار کنید در بیت دوم میگه هر کسی رو خداوند به پیشه کشیده هر کسی باید یه کاری بکنه مندها ها نامزد بی پیشگیه بی پیشگی یعنی در این لحظه پیشه ای ندارم من مهمترین چیزی این است که من به خداوند یا زندگی زنده ام دومیش به اون هدفم و خواسته هم در بیرون هم نگاه میکنم یعنی هر دو رو من در نظر دارم هم هدف هم اون چیزی که در این جهان میخوام و هم اون چیزی که مهمتر از همه است پس بی پیشگی نامزد هستیم در عین حال که در بیرون پیشه داریم ولی نامزد بی پیشگی هستیم بی پیشگی یعنی مرکز عدم یعنی در خدمت زندگی بودن یعنی دائما شما از یه مرکز عدم فکر میکنید عمل میکنید و میدونید اگر مرکزتون عدم نباشه شما افسا خواهیم بود کارافزا خواهیم بود آره یه سوال از خودتون بکنید که من در طول زندگیم کارافزا بودم یا نه کارافزا واژه منفیه اینطوری نیست که شما کار ایجاد کنید مثلا مردم بیان کار کنن مزد بگیرن جهان را آبادان کنید کار افزایی یعنی شما اون نظمی که زندگی داره با خردش کار رو در زمان معینی تمام کنه و از توش درد نیاد بیرون همش نیکی باشه و خرد ایزدی باشه عشق باشه زیبایی باشه اون وجود نداره همیشه این سوال پیش میاد که این مرد و زن جوان سی ساله برای چی با هم دعوا میکنه؟ بشین زندگی تو بکن خوب نمیتونه برای اینکه مرکزش جسمه و شما علتش رو میدونید علتش این است که منظور اصلی آمدن ما و هر کاری که یا هر پیشه ای که میکنیم هر رابطه ای که برقرار میکنیم مقصود اصلی که زنده شدن به خداوند و بینهایت و ابدیت اونه در نظره یعنی هر اتفاقی که میفته در اون جهت میفته منتها در این جهان میگیم ما داریم کار میکنیم یا چیزی میفروشیم یا چیزی میخریم نمیدونم حرفه داریم بچه دار میشیم به نظر همه اینا کار دار ما داریم انجام میدیم و کار لازمیه ولی در تمام اینها مقصود اینه که مرکز شما عدم بشه... اگر عدم نباشه شما در این کار افزایی میکنید... در این یه تخم خار میکارین... بادام پوچ میکارین... شما نگاه کنید ما بچه بزرگ میکنیم با کل مسئله... بیست ساله که شد دعوا و مرافع و یا مثلا اشکالاتی که... بچه مدارف و جدایی و این چیزها پیش میاد این همه هم زحمت کشیدیم چرا؟, چرا؟ برای بر اینکه موقع بزرگ کردن یا پرورش او ما عشق نداشتیم مرکز ما عدم نبوده خرد و عشق زندگی کار نکرده بله مولانا این چیزها رو به ما یاد میده پس فهمیدیم که ما بزرگترین مهمترین عمدهترین و هسته مرکزی کارهای ما خدمت ساقی خوده و این در واقع معادل عدم بودن یا خالی بودن مرکز ماست از هر چیز بیرونی هر چیز بیرونی از جمله فکرها هر فکری هر